سلام. هر سال وقتی به سالگرد شروع جنگ ضد میهنی میرسن، توی نظام با کلی هزینه و رژه و همایش و بیار و ببر و سخنرانی تلاش میکنن که اون شکست مفتضحانه و بالا رفتن جام زهر توسط امامشون رو یه جوری به عنوان یک اتفاق مهم نشون بدن و از توش به زور دستاورد بیرون بکشن. دستاوردها دیگه یکی دوتا نیست. حالا نظام بخواد وارد این مقوله بشه که دستاوردهای دفاع مقدس چی بود، این یه کتاب ده ها جلدی خواهد شد. حالا برای اینکه از این فاجعه جنگ و جنایتی که در حق ملت ایران مرتکب شدن دستاورد بیرون بکشن، خامنه ای همه جک و جونورهای سپاه رو در همه شهرها مأمور کرد که برن سخنرانی کنن و از دستاوردهای جنگ بگن. ما یه نمونهش رو نشون میدیم، ولی عین همین حرفا رو کپی پیست تو همه شهرها زدن. هفته دفاع مقدس رو خدمت همه عزیزان و بزرگواران حاضر در مراسم، به ویژه غیور مردان سپاه بسیج، عرض تبریک و تهنیت رو دارم. اینا اصلا از مضحک‌ترین احمق‌های دنیان. آخه شروع جنگ رو تو کجای دنیا تبریک میگن؟ جنگ 8 ساله با اون همه ویرانی و تلفات چی داشته که الان تبریکم میگی؟ شاید براتون جالب باشه که بدونید ما جزء معدود کشورهایی در دنیا هستیم که نه پایان جنگ، که اتفاقا آغاز جنگ رو گرامی می‌داریم. شروع جنگ یعنی شروع ویرانی و نابودی، شروع بدبختی، شروع مصیبت. این که تبریک و تهنیت نداره. اونی که توی فیلم‌ها دیدی جشن می‌گیرن پایان جنگه که توش پیروز شدن. مگر اینکه خودتونم قبول دارید که پایان جنگ براتون زهرمار بوده. اون چیزی که ما را در جنگ پیروز کرد، رمز پیروزی ما بود، نصرت الهی و امداد غیبی بود. در جنگ پیروز کرد؟ این چی زده؟ اگر معنی حرفتون نمیدونی مجبور نیستی حرف بزنی. درسته 35 سال گذشته، ولی حافظه تاریخی ملت دیسک سخت نیست که بتونی فرمتش کنی. پایان 8 سال جنگ بی حاصل شکست مطلق تمامیت نظام بود. چرا؟ چهارزانو بشین پای برنامه تا شاید بفهمی نفهم. این دیگه حرف ما نیست، حرف خداتونه. جمهوری اسلامی در موضع شکسته. میدونید که ما تیر ماه 67 در موضع ضعف شدید بودیم. یعنی از فروردین 67، از قبلش بیایم، اسفند 67، تهران عملیات، بله، نه از جنگی هم رو به افولیم دیگه. بله دیگه، ما فاو رو از دست میدیم. تا چهار ماه اول سال ما در موضع شکستیم و به همین دلیل قطعا 598 رو پذیرفتیم. هر آنچه که ما گرفته بودیم تو سال قبلی از دست دادیم. خود خمینی هم که یاد نرفته، گفت قبول قطعنامه براش مثل جام زهر بوده. من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است. بچه‌های جنگ موقعی که قطعنامه پذیرفته شد، بدون استثنا میخوام بگم اکثریت بالاتفاق قصه‌دار شدن و گریه میکردن. اصلا خیلی علنی. اون یارو پیروزی کجاست الان؟ هنوز نشستی؟ ببینم دیگه چی داری برای گفتن. فرماندهی نیروهای مسلح کشوری که در حال تدافع و دفاع بود، پیر مرشد 80 ساله بود که از نظر سطح دانش فقیه جان و شرایط بود، فیلسوف بیبدیل بود، در عرفان عملی هم آنچنان وصل به عالم قدس بود که حقایق پنهان از عالم سیاست را میدانست و پیشبینی میکرد. همین که ببو گلابی های مثل تو مجید خمینی رو میگن، دیگه معلومه که خودش چی بوده. با همین شعر و ورهای مثل حقایق پنهان عالم سیاست، این کلاش حقباز شیطان صفت 8 سال یک مملکت با تمام دارایی و ثروتاشو ریخت تو تنور جنگ، که بعدش هم که شکست خورد خودش دق کرد و گور به گور شد. بسیاری از بچه‌های سرداران جنگ که تمام اون سالها تو جنگ بودن و داشتن می‌جنگیدن، به نتیجه رسیده بودن ما به نتیجه نمی‌رسیم، ما نمیتونیم اون اهداف مورد نظرمون رو محقق کنیم. اما یه حرفی داشتن، امام یه چیزی میدونه که ما نمیدونیم. یکی از اون بلاهایی بود که سر این کشور اومد. امام یه چیزی میدونه که ما نمیدونیم.
تلقیشون این بود که امام یک ارتباطات غیبی داره و این که امام وایساده پشت جنگ، ما به نتیجه میرسیم. هرچند که تمام عوامل مادی به ما داره نشون میده که جنگ به نتیجه نمیرسه. ببین، یه همچین هیولای سیری ناپذیری بود خمینی که تا وقتی این همه جوان رو به کشتن نمیداد دست بر نمیداشت. بعد یه همچین خفاش شب پرستی رو میخوان رنگ کنن به عنوان قناری امروز تحویل بدن. فرمانده این مجموعه یک مرد الهی بود، امام بزرگوار، یه عنصر الهی بی نظیر در کنار دانش و فکر و تجربه و پختگی از جهات مختلف. گفتش پختگی، یاد شرقم افتادم. یه تصویر از دانش این امام پختشون ببینیم. فقط حواستون باشه که بوی پختگیش خونتون رو بر نداره. اگر تونستید فقط توی این حرفا یه جمله معنیدار پیدا کنید. آنتنهایی که هست صداها را از ریشه های درخت که در آب جوش بگذارن صدای هیاهو هست. کار احاطه دارد بر همه عوالم. از اول با کار عالم موجود شده است. همه ذرات وجود کارگرند، حتی ذرات اتمی که در این عالم طبیعت هست، اینها کارگر هستند با هوشیاری. همه ذرات عالم فعالند و هوشیارند، لکن ما گمان میکنیم که هوشیار نیستند. احمق. حالا شما حسابشو بکن که این امام پخته براشون از غیب مثلا خبر می آورده. حالا چه خبر می آورده؟ امام جمله زیبایی داشتن، فرمودن این جنگ نعمت است. این جنگ در زمان جنگ، در دهه اول جنگ، 8 ساله و چند سال بعد از آن نعمت بود. جنگ نعمته ها؟ همین یه جمله کافیه که شما به ماهیت این زامبیای حاکم بر کشورمون پی ببرید. آخه 1,000,000 کشته و معلول نعمته؟ 1,000,000,000,000 خسارت نعمته؟ از بین بردن استعدادها و به کشته دادن 10,000 دانش آموز نعمته؟ یه خورده از این نعمتها رو از زبان خودیاشون بشنویم. ادعا میکنم تمام خسارات جانی و مالی و اقتصادی و صنعتی قبل از 65 و 2 سال آخر جنگ، 65 تا 67 رو بذارید تا ببینید بالاترین خسارت، بالاترین تعداد شهید، بالاترین تعداد مجروح و اسیر و جانباز و اینا رو ما بین 65 تا 67 و بسیاری از پایگاه‌های صنعتی و نفتی ما در خلیج فارس مورد هجوم قرار گیره. ببین، جنگتون اینقدر نعمتش فتو فراوون بود که پاسدارا آخرش دیگه داشتن فلنگو میبستن و در میرفتن. دیگه نعمت از دل و دماغشون زده بود بیرون. حالا عزیز جعفری مانده بود و جبهه‌ای که داشت از دست میرفت. عزیز پشت بیسیم وضعیت به هم ریختی جبهه‌اش را گزارش میکرد. خود مردم من به نتیجه رسیده بودن که جنگ دیگه اون حالت قبلی رو دیگه نداره و افق پایان جنگ افق دراز مدت شده. بله، شما تصدیق میکنی؟ بله تصدیق. شما چرا تصدیق میکنی؟ کار مهمتری داره، دانش داره، تهران مجبوره تصدیق. خدا حافظ. بله، کجا داری میری؟ برای چی میری تهران؟ برای اینکه پاسه هاشون رو اونجا باشم عزاداری کنه. خب چرا جبه ها رو نگه نمیداری؟ من شفاف میتونم حرف بزنم. بله بله. ما 600,000 سرباز فراری در زمان جنگ داشتیم. به تعبیر ستاد کل نیروهای مسلح 1-3.5% کل جمهوری اسلامی ایران بیشتر در جنگ حضور مستقیم نداشتن. یعنی وحشتناکی که حضرت امام میگن جنگ در سلوه امور است، در یه جای دیگه امور است. یک سال آخر جنگ از خواب بلند میشدی بودن آجا خبر دارید اینا که چی شده؟ اینا سومات گرفتن. مبارک انشالله. آقا خبر داری چی شد؟ اینا مهران گرفتن.
آقا خبر داری خورد خورد زمین ها رو از دست میدی، اسیر داری میدی، غنیمت دارن میگیرن، اینا افتضاحیه جبهه. این جنگ بیهوده با این همه تلفات و خسارت همون موقع هم تو ذهن مردم هیچ ارزشی نداشت. فقط خمینی و دار و دستش بودن که میخواستن با یک لجاجت احمقانه این جنگ فرسایشی رو ادامه بدن. 66 آقا کسی نمیرفت جبهه، جبهه ها خالی شده بود، درست؟ آقای محسن رضایی اومد یه جلسه گذاشت با آقای افشار رئیس بسیج بود اون موقع، گذاشتن جلسه، تمام مسئولان تبلیغاتی کشور رو دعوت کردن به اون جلسه، گوش تا گوش همه نشسته بودن. آقای رضایی دالی جلسه برای چی بود؟ برای که بیاد بگه به این دلیل آدمان نمیان، بچه ها نمیان جبهه که سیستم تبلیغاتی شما ضعیفه، تبلیغات ضعیفه. خب بنده اونجا یک بحثی کردم خدمت آقای رضایی رسیدم که این حرفا بی اساسه، حرفی که دارید میزنید تأثیر شرایط خارجی به اعتبار شرایط درونیست، جامعه داره حس میکنه که این مسیر نتیجه نمیگیره، شما فکر نکن با تبلیغات میتوانی به نتیجه برسی. تازه این حرفا یک از هزاره که توی این 35 سال به صورت قطره بیرون زده. کدوم پیروزی، کدوم نعمت، کدوم حشمت؟ اوه شارزانو کجایی؟ دیگه چی بلغور کردی؟ یکی از چیزهایی که در آن زمان به نیروهای مسلح ما تهمت می زدن یا اشکال نظامی می گرفتن این که عملیاتهای ما، جنگهای ما به شکل غیر منطقی و غیر اصولی انجام می شد. عقلانیت و تدبیر به عنوان قاعده و اصل حاکم بر تصمیم گیری ها بود، چرا که در تمام این طرح‌های عملیاتی میزان و اصل بر آن بوده که با کمترین تلفات انسانی و خسارات نظامی موفق‌ترین عملیات ها حاصل بشه. طرف از گاو بودن فقط شاخشو نداره. یه میکروفون و یه مشکوش مجانی گیرش اومده، همینطوری پا رو گذاشته رو پدال بافندگی داره میره جلو. آخه دیگه از درایت نظامی حرف نزن تو. عملیات های شما که فقط فرستادن امواج انسانی به قتلگاه بود. این که دیگه حرف فرماندهان سپاهتون در همون روزهاست که الان افشا شده. ببینید کار تا کجا پیش رفت که حضرت آیت الله العظمى منتظری فرمودن شیوه های که حزب اللهی یعنی خرکی، این جمله حضرت ایشونه که فرمودن حزب اللهی یعنی خرکی در مورد شیوه های جنگ. آقای مبلغ کجا آرپیجی زده، کجا جنگیده، کجا میدونه اصلا تیر از سر تفنگ در میاد یا تای تفنگ که بتونه یه دونه منطقه 10 میلیونی رو که میتونه حداقل یه دونه ارتش داشته باشه. اما چرا در مسئولیت ستاد، معاونت ستاد، آموزش نظامی، چرا یه بار یک شیل نسله دستش نمیاد، نمیگیره بیاد توی جبهه؟ چرا هر کدوم اینا میرسن و کارایی هم ندارن، بلدن نیستن، نمیدونن مسائل، میان مسئولیت اصلی رو میگیرن و در نتیجه شما میبینید که ستاد اصلی سپاه از نظر کیفیت و قدرتش فاجعه آوره. بسیج نه امنیت شغلی داره، نه امنیت جونی داره، همینجوری میریزنش جلوی عراق که اصلا درو میکنه بچه ها رو بدون آموزش برنامه، که بعد بعضیا فکر میکنن که این اصلا طرح شیعه کشی آمریکاست، طرح انقراض شیعه است که به همین راحتی ما بچه هامونو جمع بکنیم بیاریم بریزیم جلوی تیربارای عراق. من هیچ اصلا حرف ندارم. خوب اتفاقا اون عکسی که شما میگید جام زهر و من و آقای روحانی و اون چیز کنی، این جزء افتخارات ماست. یعنی ما این کاری کردیم که این جنگ تموم بشه. بچه های ما مثل برگ خزان میریختن رو زمین. این بعضی ها چجوری این هنر بود که اینقدر دیگری هم باز بچه هامون رو بکشیم. تازه این که داره این حرفا رو میزنه یکی از همونهایی بوده که با درایتش 8 سال این جنگ بی حاصل رو کش داد و صدها هزار نفر رو به کام مرگ فرستاد. حالا امروز اومدن میخوان اون تصمیمات جنایتبارشون برای مجبور کردن بچه مدرسه ای ها به رفتن روی میدان های مین رو اینطوری مالکشی کنند. در مقایسه با جنگ های دنیا فقط یک جنگ بود که اجباری
برای حضور نبود و اون هم دفاع مقدس ملت ایران بود. هیچ اجباری نبود. اجبار نبود؟ بابا شما تو خیابون تور مینداختین جوانای مملکت رو به زور میگرفتین میبردین جبهه، تو مدارس کلاس به کلاس بچه‌ها رو بلند میکردید میفرستادید جبهه، اینهاش تو روزنامه خودتون همون روزها خبرش رو میزدید، عکسش هست، کل کلاس رو خالی کردید، تازه اونم بدون اطلاع پدر و مادر، چون اون ابلیس فتوا داده که نمیخواد به والدین بگید، ورشون دارید ببرید جبهه. روزنامه جمهوری اسلامی 9 آبان 61، سوال از خمینی: در شرایط حاضر رضایت والدین برای رفتن به جبهه لازم است یا خیر؟ جواب: تا موقعی که جبهه ها نیاز به نیرو دارد، رفتن به جبهه واجب است و اجازه والدین شرط نیست. امضا روح الله خمینی. یکی از بزرگترین جنایت های شما در این جنگ تباه ضد میهنی، کشتن یک نسل از دانش آموزای کشور بود. دانش آموزای 14 15 ساله که هنوز هم به این کودک کشی افتخار میکنن. طول دوران دفاع مقدس ما 550 هزار نفر دانش آموز طی نوبت‌های مختلف به جبهه ها اعزام شدند. جمع کثیری از دانش آموزان اومدن پای دفاع از کشور. کسی میتونه به من بگه چند درصد رزمندگان دفاع مقدس دانش آموز بودن؟ فقط دست بلند کنه، جایزه خوبی هم بهشون بدیم. نه چند درصد؟ نه خیلی بردی بالا. خب اینطوری میگی بالاخره به عددی میرسیم دیگه. نه بله حدود 20%. آره. خب چند درصد شهدای جنگ از دانش آموزی بودن؟ یه دست بلند کنید، یکی یکی بگو. بله حدود 17-20%. عدد دانش آموزی ما معناداره. اینکه عزیزی اشاره کرد 36 هزار شهید دانش آموز، قریب 20% شهدای ما که همه کشور نظامی و غیر نظامی و از اقشار مختلف، 20%ش دانش آموز. این عدد کوچیکی نیست. حالا این قطعه از تاریخ که مربوط به دفاع مقدس و جنگ 8 ساله است که نوجوانان ما نقش اساسی داشتند در یگانها، گردانها، گروهانها، تیپها و لشکرها، سازمان اصلی و شاکله اصلی یگانها عمدتا دانش آموزی بوده. آدم وقتی این موجودات رو میبینه، بعد راز بقا میبینه، واقعا سوالش میشه که چرا به اونا میگن حیوان، به این موجود میگن انسان؟ نعمت و تبریک و تهنیت که میگفت مال همین دانش آموز کشی بود. حالا سوال اصلی اینه که این فاجعه جنگ خانمان سوز و ویرانگر به قول اینا تحمیلی بوده، یعنی هیچ کارش نمیشد کرد، یا اینکه میشد اصلا وارد این جنگ نشد؟ الان هر چقدر که جلوتر میریم معلوم میشه که اینجا هم دست امام پختشون تو کار بوده. از ماها قبل نیتش این بوده که جوانهای مملکت رو بریزه تو تنور جنگ. ما میخواهیم جوانانمون را از میکده ها به میدان جنگ ببریم. ما میخواهیم جوانانمون را از عشرتکده ها به میدان جنگ ببریم. ما میخواهیم جوانانمون را از این سینماهایی که بود و به جاهایی ببریم که برای ملت فایده داشته باشه. فکر نکنید همینطوری داشت باد هوا میگفت، نه، همون موقع داشت همین حرفا رو عملی میکرد. تقریبا همزمان با همین صحبتها شروع میکنه به تحریک علنی عراق و تبلیغ برای سرنگونی دولت عراق به طور رسمی تو تلویزیون، روزنامه. در همون آغاز سال آغازین آقای حسن البکر که اون موقع او رئیس جمهور بود، در 28 در ابتدای سال 58 تبریک میفرسته به امام، به امام تبریک میفرسته. بله. خب پاسخی که امام به حسن البکر میده بخونید ببینید که چه پاسخیه. پاسخیه که یه حدی آقا در مناسبات دیپلماتیک جهانی
خیلی این همه این حرفها، این پروتکل‌ها معنا داره. گونه امام پاسخ میده به حسن البکر که بله حواستون باشه که خلاصه در این انقلاب ایران هشداری بود برای همه مستکبران در وای میسن مقابل مستضعفین و عاقبت اختناق ها انفجار است. این در پاسخ حسن البکر تبریک گفته، امام داره چه بهش جواب میگه، عاقبت اختناق انفجاره. این در تاریخ 3/1/58 که حسن البکر تبریک گفته به امام. خب در یک چنین شرایطی که ما میخوایم حالا بیام کشور خودمون اداره کنیم، ناگهان انقلاب پیروز شده به دستمون افتاده، خب ناگهان امام میاد پیام میده که ای عشایر عراق قیام کنید، این آقا رو سرنگون کنید، ای ارتش عراق، ارتش عراق بیایید کودتا کنید، این آقا رو سرنگون کنید. کی؟ 28/1/59، یعنی 5 ماه قبل از شروع جنگ. روش و منش ما غلط بود، ما همراه با اراده عراق برای حمله و جنگ و گرفتن چراغ سبز از امریکا، انگار که ما هم اون رو هل میدادیم به سوی جنگ با شعارهامون، با تحریکاتمون و با کارهامون. تمام نکته من این و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنن که این شخص فاسد را از بین ببرن. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که این جرثومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را. ملت عراق هرگز با صدام حسین موافق نیست. من بارها اینو گفتم و نوشتم، حمله عراق به ایران قابل پیش بینی و قابل پیشگیری بود. سیاست ما در دولت موقت پیشگیری از حمله بود، اما متاسفانه بعضی ها تحریک میکردند و کار رو بردن به اونجایی که عراق حمله کنه. شاهد مثالی هم میورد که شما ها دارید ما رو تحریک میکنید؟ چرا زیاد یادتون هست و واقعا تحریک میکردیم. نمونه های برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیام، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. نگاه آقای خمینی هم این بود که بریم به سمت درگیری؟ نه، که تحریک بکنه، که حمله کنه، که این کارا رو بکنن، به طوری که وقتی که دعایی در اون جلسه گفت که آقا اگر شما میخواید با صدام بجنگید، شما این کاری که میکنی یعنی جنگ، اگر میخواید بجنگید من دیگه نمیرم عراق، پاشد که بره. آقا خمینی گفتش که نخه، باید نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. آقا من که نمیخوام برای اونجا بجنگم که این کاری که شما میکنید جنگه. ما میگفتیم بالاخره صدام به ما حمله میکنه. به آقای خمینی، من گفت آقای خمینی اگه میخواید صدام به ایران حمله کنه این کارا رو ادامه بدید. به این کارا چیه شما میکنید؟ هیچ دولتی اینا رو تحمل نمیکنه. ولی متاسفانه ادامه دادن. ببینید اینا فکت های تاریخیه که عراق از روز اول قصد حمله به ایران نداشت که. ولی کی عراق رو هل داد به سمت جنگ؟ خمینی. کی تحریک کرد؟ خمینی. اراده خمینی و نیت خمینی این بود که ملت ایران رو بکشونه توی جنگ تا به خیال خودش خلافتش رو گسترش بده به شرق و غرب عالم. کاری هم نداشت که چقدر آدم دارن کشته میشن این وسط. خمینی برای سرپا موندن به ایجاد جنگ نیاز داشت و وقتی هم که جنگ تموم شد دق کرد و مرد. حالا امروز
برای بسیجی خودشون این سوال به وجود اومده که این همه میگیم دفاع مقدس، پس برای چی بعد از فتح خرمشهر حمله کردیم به عراق؟ این که دیگه دفاع نیست، این حمله است. این جنگ حالا شروع شد طبق بیانات شما. چرا انقدر طول کشید؟ زودتر نمیشد که مثلا یه جنبندی داشته باشه و کمتر بشه؟ جای دفاع یه جایی تموم شد، ما خرمشهر رو پس گرفتیم، اما قصد این بود که بریم بصره رو هم بگیریم، وارد عراق بشیم، بغداد رو هم بگیریم. اینا میپذیرین که از یه جایی به بعد دیگه دفاع نبود، ما داشتیم وارد خاک اونا میشدیم؟ البته. یعنی مصلحت آیا ایجاب میکرد که به خاطر اون بخش ها عملیات هایی بکنیم و کشته های بیشتری بدیم؟ این که میفرمایید بعد دفاع میکردیم، خب قرار بود که ما دفاع بکنیم، ولی خب از حالت دفاع به سمت آفند رفتیم بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، و کار به جایی رسید که خب قطعنامه اومد و حضرت امام تعبیر جام زهر رو. این حال خب چه اتفاقاتی افتاد که این وقایع رخ داد و رسید به جایی که امام اون تعبیر هم به کار رو برد؟ خواستم میدونم به دستاورت ها نرسیدیم یا ممنون میشه؟ ببینید بله، این سوالات همون سوالاتیه که هیچ کس توی نظام نمیتونه بهش پاسخی بده، چون برای این تصمیم فاجعه بار هیچ دلیلی جز خوی جنگ طلبی همون امام پخته وجود نداره. شما این معادله رو جلوی هر کدومشون بذاری هیچ چی نمیتونه جواب بده. تلفات جنگ در یک سال و نیم اول، یعنی تا فتح خرمشهر، بین 6000 تا حد اکثر 25000 نفره، ولی تلفات جنگ در 6 سال بعد تا پایان جنگ میره بالای 300-400 هزار. بحث 1 میلیون کشته و معلوله. همه اون تلفات دانش آموزی مال همین 6 سال است. استراتژی امواج انسانی مال همین 6 ساله. تلفات جنگ شهرها مال همین 6 ساله. تمام فجایع تلخ جنگ مال همین 6 ساله. پس سوال باقیه، چرا جنگ رو بعد از خرمشهر ادامه دادید؟ به نظر من دو سه تا اشتباه استراتژیک بعد از انقلاب اتفاق افتاد. این اشتباهات تاوان سنگینی رو بر دوش ملت گذاشت و ما به شدت متضرر شدیم. مثلا در مورد جنگ ایران و عراق میتونه یه سوال جدی وجود داشته باشه که آیا ما نمیتوانستیم کاری بکنیم که این جنگ به وقوع نپیوندد؟ ولی لااقل این قسمت رو من میتونم در مورد جنگ بگم که بیشتر تلفات ما و خساراتی خوردیم مربوط به مقطع بعد از فتح خرمشهر است. بیشتر شهدای ما و بیشتر خساراتی خوردیم. و موقعی که ما خرمشهر رو آزاد کردیم شرایطی بودش که کشورهای دیگه آمادگی داشتن که خسارات ما رو بپردازن، و ولی ما این کار رو نکردیم. به نظر من این یک مقطع و یک اشتباه استراتژیکه که خوبه برگردیم به اون مقطع و ببینیم چه کسانی مرحوم امام رو تشویق کردن برای ادامه جنگ. این رو من از این بابت میگم که برای خود من مقصر هستم در همین منظر، و من در اون مقطع منتها من یه جوانه 34 ساله بودم، در اون مقطع اطلاعات من ناقص بود، فکر میکردم که این جنگ بایستی ادامه پیدا کنه. ما میخواستیم دنیا رو فتح بکنیم. ما فکر بعضی موقع یه سفر خارجی که میرفتیم یک کلیسایی میرفتیم که بس جای خیلی وسیع جلوش بود، میگفتیم انشالله یه روزی اینجا نماز جمعه برقرار بشه. ما تو حال هوای دیگری بودیم. با یه همچین تفکرات احمقانه و سادیستی یک جنگ ضد میهنی رو ادامه دادند، یک نسلی رو به فنا دادن، بعد تازه دارن میگن بله اون موقع میشد جور دیگری هم رفت. در دوران دفاع مقدس هم در بعد از آزادی خرمشهر ما میتونستیم یک وقفه 6-7 ماهه میدادیم و اصلا وارد خاک عراق نمیشدیم. اعلام میکردیم که اگر در طول این 5 ماه 6 ماه دولت عراق خواسته های ما را عمل نکنه ما وارد خاک عراق میشیم. البته حتما اون پاسخ نمیداد به ما، ولی خود ما هم این که بدونی که چنین سند تاریخی درست کنیم، سرمون انداختیم پایین، از مرز عبور کردیم، شاید اون به خاطر یکی از کم تجربگی های ما بود. اگه دوباره برگردیم حتما در سر مرز خرمشهر و بصره من پیشنهاد میکنم که 5-6 ماه جنگ متوقف کنیم، اول اعلام بکنه. بعد تازه همین موجود که مسئول مستقیم به کشته دادن چند صد هزار نفره
خیلی ساده میگه بی تجربه بودیم، بعد میره کاندید ریاست جمهوری میشه. بابا تجربه چیه؟ تصمیمات شما جنایت برنامه ریزی شده بود برای درگیر کردن ملت در یک جنگ خانمانسوز. وگرنه که شما از اولش هم دنبال دفاع نبودید. مگه شعارهای شما جنگ تا رفع فتنه از عالم و قصد از طریق کربلا نبود؟ اما آمدیم شعار غلط انتخاب. چیکار کردیم؟ جنگ جنگ تا پیروزی. خب حالا باشه این جنگ تا پیروزی. جنگ جنگ تا نه مزم راه قدس از کربلا میگذرد یا امام زمان. از او بدتر جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. ای داد و بیداد، جریان چیه؟ چی میاد یه شعار انتخاب بکنه که همه دنیا رو مقابل خودش نگه بگذاره؟ یعنی ما با انتخاب شعارهای غلط راه قدس از کربلا میگه؟ آقا دست بردار. ما رفته بودیم تو فاو به یک معنا چهار قدمی کویت و قطر و اینا بودیم دیگه. اینا خیلی وحشت زده شده بودن که آقا اینا، بنابراین پیام هایی از طرف اونها هم هست که حاضرن خسارات جنگ رو بدن، حاضرن وارد بحث بشن، ماجرا تمام بشه و بیاید این کار رو بکنیم. یه مطلبی من شنیدم، میگن امام گفته یه خوابی دیده بوده اول سال 65 که صدام اومده به ایشون گفته سلام و امام گفته امسال کار صدام تمومه، بنابراین اسم سال 65 گذاشتن سال سرنوشت نهایی. و امام باز میگم دقت کنید، شنیدم به سران قوا گفته هر کی خسته شده از جنگ میتونه بره کنار، اونایی که باید بجنگن میگن ما میجنگیم و ادامه میدیم. درست شد؟ این نکته بود که اتفاق افتاد. آقا به دلیل این که چون امام وایستاده رو پای جنگ، جنگ تا پیروزی و جنگ تا ساقط شدن این صدام یزید کافر، همه کس جرئت نداشت، همه باید توی چارچوب صحبت کنن. همه اینایی که این حرفا رو امروز میزنن، هیچ کدوم اون روز که خمینی عربده جنگ جنگ تا پیروزی میکشید جرئت نداشتن که بیان علنی جلوی جنگ کوچکترین مخالفتی بکنند. هیچ کدوم. فقط یک طرف جرأت کرد که اون زمان شجاعانه بیاد توی میدون و بگه که این جنگ ضد میهنیه و باید تموم بشه. دو اینکه نگاه کنید، هیچ کس غیر از منافقین در داخل کشور وجود ندارد که بعد از خرمشهر اطلاعیه یا بیانیه‌ای داده بشه که جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. برخلاف ادعای فعلی احزاب سیاسی، هیچ کس اطلاعیه داره مسئول شورای ملی مقاومت روز 4 خرداد 61، یعنی درست فردای عقب نشینی عراق از خرمشهر، که میگه خمینی اکنون دیگر بهانه‌ای برای ادامه جنگ با عراق ندارد، جنگی که خود آن را تحت شعار صدور به اصطلاح انقلاب برای سرپوش نهادن بر ناتوانی‌ها، خرابکاری‌ها و جنایات رژیمش زمین سازی کرد و از آن قویاً در خدمت سیاست سرکوب و خفقان داخلی و وادار کردن توده‌های مردم و همچنین پرسنل میهن‌پرست ارتش به صبر و تحمل سود می‌برد. در انتهای همین اطلاعیه هم میگه باید توجه نمود که صلح و ثبات و دوستی در منطقه اساساً با وجود خمینی متعارض و تنها در گروه یک ایران دموکراتیک است که در موقعیت کنونی ایران آلترناتیوی جز شورای ملی مقاومت ندارد. بعد هم در ادامه میگه از پرسنل ملی و مردمی ارتش دعوت میکنم از این پس تمام سلاح‌ها را به جانب رژیم سرکوبگر خمینی نشانه روند. مسعود رجوی، 4 خرداد 1361. این که شمخانی میاد میگه کسی نبود جز مجاهدین که علنی بیاد اطلاعیه بده، منظورش اینه. بعد هم که در ادامه میدونیم که در همون سال 61 با دولت وقت عراق شورای ملی مقاومت بر سر یک طرح صلح به توافق میرسه که میتونه بلافاصله به جنگ پایان بده و تمام منافع مردم ایران رو هم تامین کنه. اعلان فوری آتش بس، عقب نشینی پشت مرزهای زمینی و رودخانه‌ای قرارداد الجزایر، مبادله اسرا، تعیین خسارت‌های جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، تنظیم قرارداد صلح، همه اینها رو هم طرف عراقی به عنوان مبنای مذاکرات صلح پذیرفته بود.
شورای امنیت هم همون موقع قطعنامه 514 رو در 21 تیر 61 برای آتش بس صادر میکنه که عراق میپذیره ولی خمینی رد میکنه. پس ببینید این جنگ هم میتونست اصلا شروع نشه اگر اون تحریکات رو خمینی نمیکرد و بعد هم که شروع شد میتونست همون سال 61 تموم بشه که مجاهدین و شورای ملی مقاومت در همون سال شجاعانه در یک طرح صلح نشون دادن که صلح قابل دسترسه. ولی خمینی و حکومتش این جنگ ضد مردمی رو ادامه دادن تا جایی که خودشون به غلط کردم و جام زهرخوری افتادند. این تصویر واقعی این جنگه که هنوز یک از هزارش رو هم اینا نگفتن. ولی روزی خواهد رسید که پرده ها میفته و همه کسانی که در تداوم این جنگ نقش داشتند باید در دادگاه خلق پاسخ بدن. وقت بخیر و خدا نگهدار.